همراهان عزیز ناکجا، درود بر شما. عصر و شب همگی شما به خیر و سلامتی. ما در خدمت شما هستیم با لایو دیگری از صفحه ناکجا. امروز بهره‌مند خواهیم شد از محضر جناب امید فلاح آزاد عزیز با شرح مجموعه داستان سه تیر باران در سه داستان که تا دقایق دیگر به روی صفحه تشریف میارن. من بدون فوت وقت براشون دعوت نامه رو ارسال میکنم. میتونیم من اکسپت کردم که روی صفحه تشریف بیارن. سلام، درود بر شما امید جان، خیلی خوش آمدید. ممنونم. خیلی لطف کردید که از تایمی که در اختیار ما قرار دادید برای شرح کتاب سه تیر باران در سه داستان که امیدواریم از محضرتون بهره مند بشیم با توضیحاتی که میفرمایید. برای دوستانی که به تازگی به صفحه ما تشریف آوردن، باید عرض بکنم که امید فلاح آزاد عزیز قبل از به اصطلاح انتشار مجدد سه تیر باران در سه داستان در نشر ناکجا با همکاری اچنس میدیا که چاپ اولمون در نشر اچنس میدیا در لندن بود، نویسنده اثر داستان بلند گهواره دیو در نشر ناکجا بودن که جزء رمان هایی بود که بسیار مورد توجه واقع شده بود در ارتباط با ماجرای خانه سوزان بهایی و بهایان شیراز. اگر درست بشه شرکت کرده بودم، چون مدت زیادی بود از لایومون و گفتگوی قبلیمون هم گذشته بود به خاطر همین. و امروز ما شرح سه تیر باران در سه داستان رو داریم. امید جان خیلی خوش آمدید. من دوست دارم در اولین سال از محضرتون بپرسم که اگر این مجموعه داستان شامل چند داستانه و پیوندی که بین داستانهای مختلف هست رو اگر برامون توضیح بدید ممنونتون میشم. منم سلام عرض میکنم، ممنون از لطفی که کردین و قراری که به هر حال جور شد. من راجع به سه تیر باران در سه داستان کمتر فرصتی پیش آمده بود که صحبت کنم. اگر اشتباه نکنم شاید دومین کتاب منه که چاپ شده و تقریبا فاصله کمی بعد از اون رمان در ناکجا هم به چاپ رسید. برای همین تا حدی به نظرم به قول معروف پوشیده مون یا ماسک شده بود. برای خوشحالم که میشنوم که امکانش هست که از طریق نشر ناکجا در اختیار علاقمندان قرار بگیره. ببینید، جواب به اون سوالتون یکم به قول معروف زندگی نامه‌ای یا بایوگرافیکال میشه، چون این مجموعه داستانایی رو شامل میشه که یه خورده میخوام اینجا قصه گویی کنم. داستان آخر مجموعه مثلا داستان رفتگان و ماندگان تقریبا که از اولین داستانهایی که من نوشتم کنم در سن 19 سالگی و خیلی تصویر واضحی دارم از لحظاتی که نوشته میشه. داستان یه داستان به هر حال راجع به جنگ ایران و عراق و در مسابقه بهرام صادقی جزو سیاهه به قول معروف آخر بود، جزو برنده های اول دوم سوم نبود، ولی توی برگزیده های هم داوران هم خواننده ها بود. و وقتی هم که من توی جمع ادبی شیراز خوندم به عنوان جوان 19 ساله خیلی تشویق شدم و استقبال شد ازش. فقط دارم این قسمت رو شیر میکنم و عرض میکنم بهتون که داستان از چیزهای تجاربی مثل اون موقع رو مجموعه شامل میشه که من داشتم ولی امکان چاپش نبود هیچ وقت در ایران، تا کارهایی که مثل کاری هست که به مسئله به مهاجرت مستقیما مربوط میشه و بین اینا یه چیزی شاید نزدیک مثلا 10-15 سال فاصله است. از تعداد بیشتری از داستان من این 6 تا رو انتخاب کردم و کنار هم گذاشتم به عنوان مجموعه سه تیر باران در سه داستان به اچ‌ان‌اس میدیا سپردم که لطف کردن و چاپ کردن. 6 تا قصه هست، هر کدوم کم و بیش یه حالی داره و
یه جور کلاژی از تجارب داستان کوتاه نویسی منه. من بعد از اونم داستان کوتاه نوشتم و چه به انگلیسی و فارسی چاپ کردم، کم و بیش متفاوتن و همینطورم هم آثار بلند. ولی خب الان که به خاطر برنامه شما کم و بیش مجبور شدم برگردم نگاهی کنم، برای خودم هم جالبه که الان صحبت که میکنیم یه نکاتی رو میتونم با دوستان در میون بذارم که شاید جالب باشه. بله حتما همینطور خواهد بود. ایده اصلی خود اثر به جز حالا این توضیحاتی که ارائه فرمودید که در ارتباط با داستان آخر رفتگان و ماندگان در این مجموعه داستان که خب این برمیگشت به زمان 19 سالگی شما، خود ایده اصلیش و این پیوستی که بین بخش‌های مختلف به وجود اومد چگونه آغاز شد؟ از کجا منشأ میگیره؟ من دوست دارم این سوال ازتون بپرسم. آره سوال خوبیه و به حق خیلی وقتا وقتی مجموع داستان میبینیم اعتقاد داریم ناشر، ادیتور یا نویسنده به نوعی نخ تسبیحی بین اینا داره. برای من همجور که عرض کردم بیشتر تجربه نویسندگی و نمایندگی کردن دوران مختلف بود. مثلا اون داستانی که عرض کردم در سن پایین بوده ولی کم و بیش شاید کلمه که شاید خیلی ها دوست ندارم بگن غریزی نوشته شده، بعد بیشتر دوستان بگم متأثر از خوانده های اولیه هم. اون جا میگن راب نه به معنی خام، اون یه جور تازگی خودش رو داره و رابطه واقعا خیلی به نظر خودم خالصانه مستقیم با مسئله جنگه، جوری که دو تا جوونن که به خاطر عدم امنیت توی شکل اجتماعی، به خاطر که یکیشون از دختری خوشش میاد یا مسئله غیرت داره پیش میاد، امنیتشون رو در این میبینن که برن سربازی و توی خط مقدم باشن. یعنی جا به جایی. خب شما اگه بخواد تو بقیه داستان رو بگردی لزوماً مسئله این نیست که تم مشترک پیدا کنیم، ولی برای اون داستان برای اون در اون لحظه رابطه من نوعی با مسئله بزرگی مثل جنگ متبلور شده در اون داستان. بعدتر در داستانی مثل لاهابانا، آره اونجا یه خانمی میبینی که اتفاقا در حالت انتزاعی داره، در حالت خلوت و مهاجرت و دوری از همه چیزهایی که ریشه هاشن، در یه فضای غریبی انگار که روح مادر بزرگش رو پذیرا میشه و وارونه میراث میذاره برامون. داستان کمیش منفیه در سایه زن زندگی آزادی از خیلی جهات، با اینکه 10 سال قبل از اون نوشته شده، سعی میکنه که زن رو در این تلاش، چون اون زن هم اکتیویستتون داستان، در تلاشش برای اون آزادی نشون بده، ولی پایانبندی به هر حال خیلی مثبتی نداره. منظورم اون نیست، منظورم اینه که باز اگر دنبال میگردید که من به عنوان نویسنده اونجا چه کار میکردم، واکنش من بوده به مسئله مهاجرت وقتی که تبدیل میشه به یک حجم غیر قابل تحمل مثل جنگ، چون برای اون شخص اون دوری فقط دوری نیست، بلکه دوری از همه آرمانهایی که برای زنها داره، حتی برای مادر بزرگش که به خاطر بدنامی که براش پیش میاد به نظر میاد خودکشی کرده. پس به نظر خودم میاد شاید اینجوری تعریفش کنم، ارتباط مشترک اینا کم و بیش داستان ها واکنشی هستن به چیزهای بزرگتر از خود افراد. داستان ستیر باران در سه داستان به قطعهای زنجیره‌ای برمیگرده، با اینکه خیلی فرم عجیب و غریبی داره از بابت اینکه مستقیم سراغ قضیه نمیره، خیلی تئاتریکاله، مثل نمایشنامه است کم و بیش. این شاید بهترین حالتی باشه که بتونم یه چیز مشترک بینشون پیدا کنم. داستانایی هم که از میون داستانایی که انتخاب کردم هر کدوم به هر حال در واکنش به مسائل بزرگی که بزرگتر از فردن و فرد رو کمش خرد میکنن، داستانا به اون عالم برمیگرده، به اون حالت برمیگرده، به اون تقابل. آره فکر کنم توضیح کامل باشه که در واقع نتیجه گیری که میشه
از سخنان شما کرد اینه که در واقع شما تلاش کردید هر کدوم از این شخصیت ها رو در به اصطلاح اون موقعیت و در اون به اصطلاح شرایطی که درش قرار دارن به اصطلاح تو فهم اون موقعیت اونا رو ترسیم بکنید، اگر درست متوجه شده باشم از سخنان شما. بله بله، منظورم که به هر حال موقعیت ها رو شاید آسان تر، به هر حال تعریف داستان کم و بیش اینه، تقابل یا درگیری فرد با موقعیت ناخواسته، ولی منظورم اینه که موقعیت ها کم و بیش مهر زمانی مکانی و ماهیت اجتماعی خاصی دارن که به نظر خودم، من همونطور که عرض کردم، مسئله جنگ هست، مسئله قطعه زنجیره‌ای هست، مسئله همونطور که عرض کردم مهاجرت، ولی در شکلی که فرد مهاجر درگیری های درونیش هنوز با کشور، با سرزمین خودشه و با آرمان های یا با تراژدی های سرزمین خودشه. آره، اینجوری شاید بهتر بشه متوجه. این بحث تقابل ها که بهش اشاره فرمودید، من در گفتگو با نویسندگان ارجمند دیگه مثل خانم عبدی که محوریت های باز مثلا رمان پدران بی پدران هم در ارتباط با یک سری از تقابل ها بود، ما خیلی با هم صحبت کردیم، اما در ارتباط با ستیرباران در شداستان در رابطه با تقابل هایی که فرمودید، این تقابل ها اگر بخوایم موضوع ها یا سرتیتر هاشو بهش اشاره بکنیم، در واقع اون تقابل های اصلی بین چی و چیه؟ همطور که عرض کردم میگم بیشتر فکر میکنم اجتماعی تاریخی هم. مثلا جنگ یه ماهیت اجتماعی تاریخی داره. داستان روح گلبول برای خودم جالبه، الان نگاه میکنم اونو، بازم اونم سن پایین نوشته شده، ولی یادم میاد چون تو داستان هم شخصیتیه که یه درگیری در یه بیمارستان که از موها، از زیبایی موی یه زن اتفاقات عجیب غریبی میفته، یه بیمارستان داره به هم میریزه. و یادم همون موقع با اینکه قصه دقیقا مربوط به اخبار نیست، یا منظورم این نیست که یه چیز روزمره است که فراموش بشه، ولی یادمه که در سطح، اگه اشتباه نکنم، مجلس ایران طرحی بود که بیمارستان یا بخش های زنان و مردان رو مثلا جدا کنن، یه چیزای اینجوری بود که چیز عجیبی بود. ولی ورای اون همطور که میگین موقعیت ها رو میشه چیز رو تعریف کرد، به هر حال موقعیت اجتماعی یا تاریخی مرتبط میشه با یه شرایط، کلمه های فارسی انگلیسی رو قاطی میکنم ببخشید، یونیورسال، جهان شمولی که آره، که اونجا مسئلهشون اصلا کمی تزلزل، یا بیشتر از کمی تزلزل، یه فرهنگ بسته است در برابر چیزی که ممکنه زیبایی تلقی بشه، یا زیبایی که آدم ها رو مجبور کنه خارج از قابی که باید فکر کنن تصمیم بگیرن یا واکنششون بدن. آره، تقابل ها رو پس اینجوری من میبینم، همجور که برگردم به سوالتون، تاریخی اجتماعی ولی با ماهیت جهان شمول که قابل تعمیم باشه به چیزهای بزرگتر، یا مسئله هم که گفتم امنیت و جنگ، مخصوصا وقتی که امنیت عشق مطرح میشه یا امنیت عاشق بودن یا عاشق شدن در تقابلش با خشونت جنگ. درس تیرباران، درس داستان، امنیت یا خواسته که ما داریم، راهی که به ادبیات میخوایم باز کنیم و دنیایی که با ادبیات بسازیم، تبدیل میشه به وسیله‌ای که وسیله حذف، کسانی که ادبیات رو بهانه میکنن برای حذف دیگران، چون احساس خطر میکنن از ادبیات، از داستان‌های نوشته شده. بسیار عالی. امید عزیز، من دوست دارم باز یه مقدار جزئی تر از داستان اول ما شروع کنیم. داستان اول اگر اسمش رو درست خونده باشم در ته داستان، به دلیل اینکه به اصطلاح کسره نداشت که من دقیقه چی بگم، گریسه درسته؟ یا گریس؟ گریس، گریسی که توی مکانیکی استفاده میشه. البته در ته به صلاح سر روایی داستان یک مقدار تو ذهن آمد، مطابق باز شک کردم، باز حق داریم، درسته چون نامانوسه، ولی آره چیزی که اونجا هست تو مکانی که اون دو تا
پسر و دختر هستن، استفاده میکنه برای که صورت طرف رو به قول معروف گریم کنه، حال شاید گریم بله. درسته. یکی از نکاتی که میخوام بهش اشاره بکنم، از خود مقدمه میخوام آغاز بکنم که شما از مقدمه از بندهش شروع کردید با ترجمه مهتاد بهار، بعد وارد داستان شدید. از ارتباط خود مقدمه با خود داستان اگر به ما یک کلیت رو ارائه بدید ممنون میشم. اگه داستان نخوام افشا کنم که کم و بیش افشا میشه، ولی علاوه محتوایی من به حال بازم عرض کنم داستان مال سالها پیشه، ولی به نظر من ارزشش رو داشت که در مجموعه بیاد و باز خونده بشه. و یادم میاد وقتی که نوشته شد، بعدن سالهای بعد بود که من میدیدم کم و بیش این بیپردگی در نوشتن خور بیشتر شد. یعنی منظور است که من اولین نفر بودم، من یکی از اولین نفرهایی بودم که راجع به رابطه پسر و دختر، رابطه مخفی نوشته بودم و بعد توش ماجرای پیش میاد. فرمودید اون ارتباطش چیه؟ ببینید تلاش این دوتا هست با اینکه تمام نیازهای اروتیکشون رو دارن دنبال میکنن، ولی یه لحظه چیزی که سالها طول کشید، میگم من بعدا از ایران خارج شده بودم و بعدا تمام این آزادی های کم و بیش متفاوتی که اصلا اون موقع نبود دیده میشه در رابطه بین جوان ها و حتی نسل بزرگتر، اون موقع نبود، خیلی سخت بود و اگر چیزی بود خیلی مخفی بود. داستان روایت اینه که اینا چطور حتی علی رغم اینکه موقعیت خوبی دارن، جایی مخفی دارن و به هر حال بهشون بد نمیگذره، ولی یه لحظه متوجه میشن که اینا شاهد میخوان و نمیدونم، شاید ارتباطی که پیدا میکردن با اون اینه که این ارتباط، این زیبایی مهر تایید میخواد. حالا مهر تایید از متون کهن مذهبی یه چیزه، ولی مهر تایید اجتماعی میخواد. شاهد اینا میرن چون دوست دارن یکی ببینه اینا رو که اینا با همن یا عاشقن، به جای که فقط مخفی باشه. بیشتر بر من اینجور بود، شاید موقعی که نوشته میشد این ارتباط اینجوری دیده میشد. و حالا عرض میکنم جزئیات بیشتر داشت، باید جزئیاتش رو باز بخونن و به صلاح اون رو کشف بکنن. بنوید من یه نکته خیلی جالبی که میخوام بهش اشاره بکنم، باز این محوریت های اصلی خود موضوعاته که در توضیحاتی که شما ارائه فرمودید، این به اصطلاح تفاوت هایی که بین هر داستان هست، فضاهایی که فرق میکنه با هم. معمولا توی مجموعه داستان ها شاید یک ارتباط های خیلی ریزی بین اون محوریت های اصلی ببینید، ولی ما الان همونطور که اشاره کردی امید از تو داستان اول یک محیط کم و بیش اون به اصطلاح در ارتباط با ارتباط زوجها، اون مسائل اروتیک اونها رو شاهد هستیم و میریم توی داستان بعدی که ستیر باران در سه داستانه که حالا شما به عنوان دومین داستان این مجموعه انتخاب کردید، که فضاش کاملا متفاوته به دلیل اینکه خب یک فضای به اصطلاح بین روشنفکران رو سعی می‌کنه به تصویر بکشه. در ارتباط با داستان دوم اگر باز برامون تجربه هم بدید ممنون میشم. داستان دوم خیلی به هر حال به قول معروف بینامتی، چون عنوان کتاب از اون میاد. خیلی بعضی دوستان فهم کردن سه تا داستان هست توی مجموعه، تو هر کدوم یه تیرباران اتفاق میفته. نه، سه تیرباران در سه داستان عنوان یه داستانه و تو اون داستان در یه محاکمه، حالا نه مضحک تراژیک، ولی میگم کمی تئاتری، کسانی رفتن که نویسنده رو به قتل برسونن. عرض کردم که اینجور ارتباطش با قتل‌های زنجیری برای همون موقعی نوشته بودم که برای ماجراها اتفاق داشت میافتاد. اونجا گفتگوی بین یکی از این قاتلا که قاتل به نظر میاد خودش یک آدم فرهیخته نویسنده یا منتقدی هست که با این نویسنده چیزی داشتن، رابطه‌ای داشتن، ولی الان به هر دلیلی تغییر تیم داده. در این گفتگوها متوسل میشن به سه تا تیرباران از سه تا اثر کلاسیک. مثلا یکیش از جوری که تولستوی یا همینگوی تیرباران رو توصیف کردن، تا قاتل یا مجری حکم اعدام سعی میکنه از اون نوشته ها نتیجه بگیره که نباید قضاوت بشه. و این در حقیقت خب خیلی مضحکه، یعنی مسخره است.
ولی شاید داستان بگم به نظر خودم لایه هایی داره که به این پوچی اشاره میکنه و این پوچی رو در هم میپیچونه در کنار برحال تصویری که از ماجرای قتل ها میده یا شکلی که اونو برحال نقاشی میکنه به نظر خودم. پوچی یا این نکته که اشاره کردید، پوچی یا روبرو شدن با اون، با آنچه که به اصطلاح خود شخص درون خودش میبینه، یعنی آینه خودش رو میبینه، پوچی میتونیم اسمش رو بذاریم یا این میتونه از دو سر به هر حال این طیف بره، ولی منظورم اونجاست که منتقد خیلی با قدرت سعی میکنه از ادبیات استفاده کنه برای توجیه کاری که میدونیم غیر اخلاقیه، قتل یه نویسنده دیگه، و بحت اون نویسنده از در برابر اینا سعی میکنه اینا با هم به یک کلکل میفتن در همون مدتی که منتظرن تا، و بعد با پیچ پایان که الان باز نمیخوام داستان رو لو بدیم، پیش از اینکه جلو بریم فقط میخواستم چون ترسم یادم بره تشکر کنم از هنرمند فوق‌العاده دوست عزیزم امید بازماندگان که اجازه داد با سخاوتمندی که از یکی از نقاشی های ایشون برای طرح جلد کتاب استفاده کنیم و همکاری چنس میدیا. بله، این تصویر از بالای یه تپه یا جایی هست از یه تک زمین محصور که به رنگ خون هست. من همیشه احساس خوبی دارم از انتخاب نقاشی برای طرح جلد کتاب برای اون عنوان. ارتباطی هم با خود داستان ها داره؟ خود طرح جلد کتاب که شما این اثر انتخاب کردید یا به اصطلاح نه ایشون اجازه دادن، یعنی چند تا از کارشون رو من تقاضا کردم اجازه دادن نگاه کنیم و بعد اینا انتخاب کردیم برای طرح جلد، در همخوانیش البته با داستان ستیر باران میشه. ستیر باران داستان آخرم داستان جنگه، ولی به نظر من با اینکه همچین تصویری نیست، آپارتمان شهری خون نیست، ولی نمیدونم با عنوان کتاب به نظر میاد که تجانس خوبی داره. به اصطلاح اون وقتی از روی هنری برخوردار باشی ناخودآگاه شاید اون کلماتی که به تغییر در اومده رو در یک اثر هنری ببینی که حالا شاید ارتباط خیلی مستقیم با اثرت نداشته باشه، ولی شاید اون حسی که از دیدن اون اثر میگیری در اون کلماتی که ما به تحریر یا شما به تحریر در آوردید تداعی بشه. همینطوره واقعا. بله، می‌فرمودید در ارتباط با به اصطلاح اون پایان‌بندی ستیرباران صداستان. بله آره، پایان بندیش رو فقط چون برای پیچی هست خواستم افشا نکنم، ولی همطور که عرض کردم از مشخصه هاش همین دو سه تا نکته ای که گفتیم، یکی که بینامتنی کم به آثار کلاسیک اشاره میشه که توشون منظره اعدام توصیف شده و با دو نفر در گفتگوشون با دلالت به مجری حکم اعدام یا قربانی اعدام سعی میکنن نتیجه که میخوان بگیرن، این تعبیر پذیری متن ادبی، اون قسمتی که شاید گفتم به نظر پوچ میاد در وقتی که در بستر قضیه اینه که قرار کسی بدون حکم یا اعدام بشه، و یه شخص سوم اونجا داریم، یه کسی که جوان سرتراشیده‌ای که اونجاست با اسلحه، برای نماینده اون تیکه‌ای که کاملا بیگانه است با ادبیات و خشونت یا اجرای حکم یا هر کار دیگه، براش اصلا ربطی به ادبیات کاری به این چیزا نداره، و این برای این سگانه شکل میگیره، این سگانه یک نکته و نکته که بهش اشاره کردید فکر میکنم توی بخش قبلی که صحبت کردیم، اما دوباره دوست دارم ازتون بپرسم و تکرارش بکنیم، و دلیل اصلی که این انتخاب رو کردید که این داستان عنوانش روی به اصطلاح مجموعه داستان قرار بگیره به چه دلیل بوده؟ برام خوش آهنگه، فکر میکنم خوش آهنگ ستیر باران در صداستان به ذهن در یاد میمونه، مارکتینگ با خود معروف، ولی همزمان مارکتینگ به معنی هنر مارکتینگ، و همون فکر کردم که عنوان قشنگیه، بعدم که طرح جلدم اومد اون ارتباط به شکل گرفت و در نهایت این رو کنه. بسیار
بله عنوان داستان آخرم خیلی دوست دارم، رفتگان و آره، رفته ماندگان. ماندگان و ماندگان رو هم خیلی دوست داری که حالا باز بهش میرسیم. در رابطه میرسیم به داستان بعدی. داستان بعدی در رو سیتیزن وارتس گز، اگر باز درست کرد. بله، این در ارتباط با به صلاح به چه موضوعاتی اشاره میکنه؟ باز سیتیزن وارتس گز دیگه. آره، اون داستان اون موقع که اونجا چاپ شد من نمیدونستم که بعدا ادامه خواهم داد، ولی بعدتر دو تا داستان دیگه نوشته شد و اونا خودشون یه مجموعه جدا درست کردن و بعدم یه داستان بلند مثل فارسی سیکوال چی باید بگیم، دنباله، به هر حال دنباله اون دنباله. بله، و اونجاست که میبینید که همونطور که عرض کردم خیلی شاید دنباله این که اینا مجموعه چجور کنار هم چیزی باشه، میگم نمیخوام تظاهر کنم که چیزی بیشتر از این بوده که به نوعی گلچینی یا دستچینی از داستانهای دوره های مختلف نوشتن من بوده. اون واکنش مستقیم من به مسئله مهاجرت سیتیزن واردگس بازخوردهای خیلی خوبی گرفت. من دوستان بعضی وقتا کم و بیش از این اونور میشتم که کسی رو دیدن که فکر کردن او شبیه واردگزه یا خود شخصیته، یا تو موقعیت هایی بودن داشتن میرفتن برای قسم شهروندی یاد داستان واردگز افتادن. واردگز که موقعیتی قرار میگیره که میخواد، یعنی یعنی شخصا خیلی اعتقاد نداره که باید، چون فکرم این پیش اومد، شاید این بد نباشه اینجا اضافه کنم جای گفته نشده، وقتی که سپتامبر 11 شد توی آمریکا عده زیادی بودن از ایرانی ها و میدل ایست و خاورمیانه یا که لزومن شهروند نبودن، خیلی گرین کارت داشتن، اقامت داشتن، ولی یه لحظه این آشوب در دل همه افتاد که اوه حالا از قوانین چی میشه، و یه کشمکشی بود بین اعضای خانواده. مثلا یک کسی توصیه میکرد به پدرش که برو حتما سیتیزن باشه چون معلوم نیست. این پس بود توی بطن جامعه داشت اتفاق میافتاد. بعد اون شخصیت که برحال من ساختم با هر جوری که پیش اومد، خب از این آستانه رد میشه، از این درگاهی رد میشه، رسیده به نقطه که حالا میخواد قسم بخوره، ولی داستان کم و بیش بازبویی این شکنندگیه که حالا بازم داستان نمیشه لو داد، ولی تو اتفاقی که اونجا میفته میبینیم که تمام چیزهایی که اون قبلش داره تو ذهنش فکر میکنه به عنوان پیامدهای رویایی یا آرمانی شهروند شدن، امنیتهایی که میاد همون لحظه با یکی از احمقانه ترین چیزهای ممکن تبدیل میشه به کابوسش برای تمام چیزهایی که ممکنه بد پیش بره. درسته. و به عنوان مثلا برای میدل ایسترن همینه دیگه، ممکنه همه چیزا ممکنه خوب پیش بره و تو مثل شهروند درجه یک همه چیز بد برسه، ولی هم موقع ممکنه به عنوان تروریست معلوم نیست تا کجا گیر بیفتی، درد سر مسیدت بشه. آره درسته. و میرسیم به داستان لاهابانا که باز جزو داستانایی بود که خیلی توجه من جلب کرد به خاطر به اصطلاح اون سیر روایی و به اصطلاح اون تمثیل ها و توصیف های ادبی که من خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم. اگر در ارتباط با این اثر، با این داستان هم یک توضیح برامون بدید ازتون ممنون میشم. تلفن بسته. بله بله خواهش میکنم. لاهابانا برمیگرده به یه لایه دیگه از درگیری های مهاجرت، به یه شکل دیگه، به یه حالت دیگه، یه عنوان دیگه. توی سیتیزن وارگز هویت چند هویتی خیلی پیچیده میکنه کارو، و بعدن هم تو وارگز ارمنی، عراقی، ایرانی. آره چیز پیچیده اونجوریه، ولی اون چالش های فرهنگی خیلی به اصطلاح برجسته میشه. این یه خورده سایکولوژیکاله و بیشتر واقعا زن توش برجسته است، چون رابطه یه جور، همونطور که گفتم، یه جور وارونه کردن، میراث گذاشتن برای زنایی که زندگی نکردن. این خانومی که تو داستان هست با مادر بزرگی که به نوعی داستان یا افسانه اطراف مرگش هست روبرو میشه یا برخورد میکنه، و در گفتگوی بین اینا، گفتگوی به هر حال کمی سوریالیستی،
میگه که چه چیزایی راجع به اون ستایش میکنه و از چه چیزایی ناراحته. ناراحتی تو داستان خودم دوست ندارم الان، ولی فکر کنم سند برای خودم سند مهمیه که این نقطه هم هست، این نقطه تاریک هم در زندگی ما مهاجرا هست، اونجاییه که 30 سال مطلق پیدا میکنیم راجع به سرخوردگی ها. چون تو داستان مثلا پدر دخترم یه جوری از بین رفته که باز چون داستان رو نمیخوام لو بدیم، بازتاب اون بخش تاریخ ماست که به نوعی همچنان ادامه داره و متاسفانه گاهی تلفات میگیره. الان خیلی قوی تر شدیم یا راه های دیگه پیدا میکنیم، ولی دوران تاریک و برای بعضی افراد درگیری های لحظات تاریک هست و بوده. داستان به نوعی شهادت میده به اون لحظات و هم دردی میکنه با اون لحظات، با اون مشکلات، جایی که همونطور که عرض کردم ناتوانی واقعا حقیقیه در برابر شرایطی که باش درگیریم. مخصوصا عرض کردم برای زنها داستان بسیار سنگین تره. بله بله یه سال که به دوستشم توی با توضیحاتی که ایران فرمودید امید جان ازتون بپرسم، در ارتباط با اینی که توی داستانهایی که شما فکر میکنم بعد از مهاجرت نوشتید، چون یه سری داستانه که برای دهه 70 یا ابتدای دهه 70 داستانهایی هست که فکر میکنم اون زمان اینها رو تو ایران نوشتید، درسته؟ بله بله آره. ولی داستانی مثل لاهابانا رو من فکر میکنم بعد از مهاجرت. بله 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 اونو چون تاریخی که زده بودید 1889. بله متوجه شدم. نکته که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که معمولا من این رو توی قلم نویسندگان دیگرم دیدم و دوستشم از شما این سوال بپرسم که اون چالش های مهاجرت یا اون همین که توی اون مهاجرت هست و حالا انسان رو در بر میگیره، یا اون استیصالی که شما بهش به درستی اشاره فرمودید، چرا چاشنی، یا حالا اگه کلمه درستی استفاده کرده بشن، چاشنی قلم نویسنده میشه؟ چرا اون رو انقدر در بر میگیره که همیشه اون اثر یا لایه هایی از اون رو به اصطلاح در داستان میبینیم؟ برای حال حقیقیه، برای یه دوره خیلی حقیقی و قالبه و برای همین به اون شکل ظاهر میشه. البته خب عرض کردم اینا برای یه دوره، مثلا اون داستان یه لحظه رو نشون میده. داستانهای دیگه، داستانه که بعدتر نوشته شده، داستانه به انگلیسی من ممکن لزوما غمگین نباشن یا سیاه نباشن و حتی تو همینا یه رگه هایی هست که میگم طرف به شکلی به قول اینجا یا empowered از روی تواناییاش، از روی انتخاباش فرض کنید اون خانم تصمیمایی میگیره که چی کار میخواد بکنه با زندگی خودش. ولی قابل درکه که به هر حال مهاجرت همونطور که شما گفتید چاشنی داشته باشه با دلتنگی، غم، تلاش برای پیدا کردن، یا کلمه بازسازی کلمه درستی نیست، برای تعریف دوباره خود و همه اینا توی کار میزنه بیرون. اینا درست میگید، ولی اگه فقط به اون محدود نشه خب اشکالی نداره دیگه، چون مرحله ای که هر نویسنده یا هر نسلی طی میکنه. درسته. بله از این بابت اینطوره، ولی فکر میکنم داریم وارد مرحله دیگه میشیم. مجموع کارهایی که میبینیم شما یعنی اون نوشتن از این دلتنگی ها، استیصال، یا حالا همه اون مواردی که بهش اشاره کردیم، و ناشی از این میبینید که یک مرحله به سمت رشد و تعالی خود قلم نویسنده و یا خود میتونه باشه به اصطلاح، یا خواننده یا نویسنده، و حتی یه جور پوست انداختن زبانی، یعنی یعنی مثلا برای خود من واردگز یه مرحله دیگه با فارسی نوشتنم، چون طنز غالب میشه و توی طنز واردگز آبادان بوده، یا ولی هیچ وقت نه نوستالژیای خیلی فلج کننده ای نیستن، یا تو کارهای دیگه بعدم پیش میاد، کم و بیش مزه زندگی هن یا رنگ زندگی هن. کسی شما همچه بکگراندی داری، از همچین پس زمینه ای آمدی،
همطور که عرض کردم، فقط داستانهای بزرگ ما، میگم توی دو تا کار اخیرم یا یه مقاله داستانی که در واکنش به قتل مهسا امینی نوشتم، همچنان غم و اندوه هست، ولی اینا کاملا توجیه شده است، چون همه ماها به شدت متاثر بودیم از اتفاقاتی که در ایران میافتاد و میافته هنوز، و برای همین تو کارامون میزنه بیرون، از اون هیچ گریزی نیست و درستش هم شاید همونه. بسیار عالی. با توضیحات بسیار خوبی که فرمودید میرسیم به روح گلبول، که اگر در ارتباط با اون هم یک توضیحاتی رو مثل داستانهای قبلی که به خوبی را فرمودید برمون بدید ممنون میشم. اونم توش کمی اون خوره باز هم دوره های تجربی فلسفیدن درش هست، چیزی راجع به مرگ و زیبایی خیلی کم و بیشترش برجسته است، جایی شخصیت هست میگه که به حال زندگی یه جور مردن آهسته است. ولی اگه توی باز دو سه لایه بهش نگاه کنیم، یکیش که اون واکنش واقعا به موقعیت همچنان مسئله باز حجاب و زن، چون داستان اصلی اونجا زنیه که موهاش چنان زیباست در اون بخش بیمارستان که اینا حتی از بقول اینجا یا شیمی درمانی یا از اینکه باعث از بین رفتن اون موها بشن همه احساس خوبی ندارن، کلا احساس خوبی ندارن، ولی این موها چنان خاصه یا سمبولی توی داستان اینا رو به هم می‌ریزه که آدم ها شروع میکنن سوالای جدیتری هم راجع به این قضیه میپرسن، راجع به رابطه ماها با زیبایی. و متاسفانه چیزی که در فرهنگ ما دیده میشد در اون موقع، نه الان خوشبختانه، ضعف ما در برابر زیبایی، یا کسانی بخشی که سعی میکنن بقیه رو سانسور، اصلا تعریف سانسور کم بیش همینه دیگه، نه احساس ضعف یا عدم امنیت در برابر زیباییه. برای همین داستان قابل تعمیمه، اندازه تعویل پذیری اینا میتونیم داستان راجع به اصلا ادبیات باشه و زن و موهای قرمزش ادبیات باشن. یعنی نقطه اتفاقا به نکته خوبی اشاره کرد، چون فکر میکنم نقطه عطفی که میتونه اون به اصطلاح قلم بدون سانسور خود اثر رو نشون بده اتفاقا توی همین داستان بود به نظر من، که اون به اصطلاح به خوبی شما تشبیه کردید، اون به اصطلاح سانسور در این تعریف که ترس داشتن یا ضعف داشتن در برابر زیبایی. بله بله بله. اون داستان رو عصر پنجشنبه آقای مندلی پور در شیراز چاپ کردن، اگر اشتباه نکنم، میخوام اغراق کنم، کمویش با کمی دلشوره، چون مستقیما داشت به یه موضوع میدونید حجاب و در بیمارستان مخصوصا اون موقع، حتی میگم توی مجلس ایران حتی حرف از لایحه‌ای بود که بیارن و مثلا فقط پرستارای زن برای بیماری زن یه همچی چیزایی اونو موقع در اومده بود. بله، ولی همطور که عرض کردم، آره میگم به تعبیر پذیره، یه خود ببخشید من یه چیزایی بیشتر نمیگم چون فکر کنم داستان زیادی شد لو نه اتفاقا چون دلیل من در ارتباط با اینکه هر کدوم از به اصطلاح داستان ها رو تیتوار میریم جلو و حالا بهش میپردازیم این هست که باز محوریت ها رو یک مقدار خارج از اون کلیتی که در ابتدای شرح کتاب با هم صحبت کردیم جزئی تر با هم نگاه بکنیم، باز سعی کنیم فضا سازی شکل بله. و در نهایت به اون به اصطلاح کلیت مطلب اشاره کرد. دوستان عزیزی که همراه ما هستن یا ویدیو رو بعد از ضبط شدن لایو خواهند دید. یک سوال خیلی جالبی که میخواستم ازتون بپرسم، توی داستانی روح گلبول من یک نکته که خیلی برام قابل توجه بود، اون بحث به اصطلاح مکالمه و اون جامعه ای که داره به تصویر کشیده میشه، یعنی حالا اون به اصطلاح دیدگاه هایی که همزمان داره بیان میشه در ارتباط با یک سوژه در رابطه با یک موضوع، و یه نکته خیلی قابل توجه که داشت این گفتگو کردن یا فرهنگ گفتگو داشتن رو هم خیلی خوبه تفاوت. نظر شما چیه؟ به نظر شما همچین تصویر رو میتونیم داشته باشیم از اثر از این داستان؟ منظورتون دیالوگ گفتگو دیالوگه یا گفتگو در حد تبادل افکار؟ تبادل افکار. آره اون داستان اگه خوب یادم بیاد، آره اونجا مهمه که
شخصیت های مختلف به هر حال یکی از وسیله، چون همه در یه جور علاوه احساسی در لحظه اوج با هم درگیر میشن، یعنی همه، درگیر میشن. یعنی موقعیت بسیار حساسه، برای همین کم و بیش همه اون قسمت های گفتگو همطور که شما گفتید مهم میشه که چطور چکیده احساساتشون راجع به موضوعی که هم به کارشون مربوط میشه هم از لحاظ اخلاقیات تعیین کننده اینه که چه جور شخصیتی یا انسانی هستن، برای همین آره مهم میشه. و همین که البته فکر کنم خود راوی هم کم و بیش به زبانی اعترافی داره قصه رو بازگو میکنه، اعترافی حتی در معنی اعترافی دادگاهی، یعنی داره تعریف میکنه که میگم داستان نمیخوایم لو بدیم که چه اتفاقی افتاده چه کار افتاده. بله، با توضیحات خوبی که ایراد فرمودی میرسیم به داستانی که باز شما در ابتدای لایف بهش اشاره کردید و در سن 19 سالگی نوشته بودید، رفتگان و ماندگان. از رفتگان و ماندگان هم برامون بگید، ازتون ممنون میشم. آره، اونم داستان جنگ، داستانی که خیلی دوست دارم خودم، میگم به نوعی علتش اینه که همونطور که عرض کردم داستان جوانی بیشتر متأثری از شکل مستقیمی که داستان رو جذب کردی، داستان فرض کنی توی دبیرستان یا به تشویق دوستان میخوندی و داستانهای کلاسیکو و بعد داستانهای ایرانی درجه یکی که بودن از هم قبل از دهه 60، هم اوجش در دهه 60، و بعد خودت هم یه داستانی برای گفتن داری و کم و بیش به نظر خودم از لحاظ پلات یا پیرنگ کار میکنه و حرفی برای گفتن داره که همچنان برای خودت با ارزشه. رفتگان و ماندگان راجع به رفتگان و ماندگان هست، ولی در از پیامد موضوع بزرگی مثل جنگ. با این حال که داستان راجع به جنگه، جنگی درونی تر و داخلی تر هم هست و اون جنگ فرهنگیه، چون شما جوونی رو میبینید که به طبیعت میخواد عاشق باشه ولی جامعه سر جنگ باهاش داره و محکوم میکنه، و از اون طرف جنگ فیزیکی رو داریم که مثلا بمباران، باز داستان رو نمیخوایم لو بدیم، ولی بمبارانی که اونم به شکل دیگه ای در پی از بین بردنه. و یعنی در واقع اگر بخوایم باز به محور تقابل ها که در ارتباط با اون صحبت کردیم برگردیم، اینجا ما تقابل ارزش ها و تقابل ارزش در مواجهه با به اصطلاح در مواجهه با فرهنگی که شاید نزد حالا افراد مختلف باشه یا فرهنگ جوانان اون دهه هست باشه، این دوتا با هم میشه گفت تقابل پیدا میکنه. بله. و اون دهه و الان، نه الان اخبار اخیر، اخبار دو روز پیش متاسفانه تراژدی باز قتل ناموسی بود، برای همین کهنه نشده. اونجا هم تا جوان زودتر از موعد به سربازی میرن، چون اگر تو محله خودشون بمونن به خاطر دردسری که پیش آوردن شاید اتفاقات بدی بیفته. ولی یک نکته که وجود داره، من فکر میکنم باز تفاوت‌های ما باید اینجا قائل باشیم، چون حالا باز نمیدونم شاید این دیدگاه من باشه، اما در زمانی که این داستان نگاشته شده در دهه 70، که چون من دیدم سال 72 این داستان رو نوشته بودید، اون موقع شاید از دیدگاه جامعه هم اون به اصطلاح فجایعی که اتفاق می افتاد حالا برای نسل جامعه یا توی سری روایی خود داستان اتفاق می افته، اون یک امر طبیعی بود، یعنی یک امر پذیرفته شده بود که یعنی جامعه باید به این شکل باشه، حالا کسایی که خلاف این رویه دارن عمل میکنن و باید حالا به سزای به اصطلاح اعمالشون برسن. اما در امروز باز ما یک مقدار متفاوت تر میبینیم. البته در حال و همه امیدواری ما همینه که اون شرایط، امیدواریم که
فکر کنیم که محدود بوده، محدود از زمانی، یعنی از اون گذشتیم، ولی شاهد بعد به قول هستیم به معروف حال. همچنان ادامه داره، تقابل و مقابله و مبارزه همچنان ادامه داره و متاسفانه قربانی ها، یعنی اگر صدای اونا نباشیم خب بیشتر طول خواهد کشید. ولی با شما موافقم، الان قابل مقایسه نیست، منظورم این نیست، ولی منظورم اینه که همچنان موضوعیه که موضوع اصلی شرایط اجتماعی اخلاقی جامعه ما سلام، قربانی خشونت هایی که ناشی از اخلاقیات نبروز هستند. توی به اصطلاح اگه یه کادر کوچکتر بخوام ازتون بپرسم، در سن 19 سالگی چه چیزی برای امید فلاح‌آزاد این ایده اصلی رو به وجود آورد که به داستان، به نگاشتن داستانی مثل رفتگان و ماندگان فکر کرد؟ اون شرایط جامعه بود یا به اصطلاح اون چه تجربه زیسته‌ای بود که اطرافش مشاهده کرده بود؟ اونا بود بوده، ولی داستان همیشه با یه جرقه و با یه جور شیطنت و با همه اینا که داستان جدی ممکنه باشه، ولی آخرش بیشتر یه جور یه تحرک یا یه هیجان خلاقانه است. من فکر کنم اگه اشتباه نگم، الان که گفتی دارم برای اولین بار اینا رو به قول معروف مرور میکنی، زیر خاکی در میارم. آره، مثلا یه چیز، چندین چیز، همیشه چند تا چیز میاد کنار هم تا داستان داستان میشه. مثلا فرض کنید تصور این که دعوای محله ای سر این که پسری متلک گفته به دختری بوده، ولی یا حتی یه چیزی اگر اشتباه نکنم از یکی از شاید از داییام که سرباز بودن شنیده بودم که مثلا توی سنگر یه موقع سربازا از بیکاری مثلا راجبه دخترای محله یا محلشون شروع کردن حرف میزدن یا مرور میکردن یا لیست درست میکردن، بازی به شیطنت سربازا. نه، یه چیزی همچین چیزایی بوده. یا خودت بمباران اون ایام بود از شیراز، اگه اشتباه نکنم شیراز بیمارستان ها رو زدن، ولی جاهای دیگه بود که مدارس رو میزدن طرف کردستان. مجموعه اینا بوده، تیکه های مختلفش، ولی اگه اشتباه نکنم داستان خیلی سریع به هم سریع نوشته شد. وقتی فکر اولیش اومد از تصور، وقتی فکر اولیش اومد دیگه بعدش تو برادرن در خط مقدم به هم خبری اومده و هم چه اتفاقی افتاده. بسیار عالی. امید فلاح‌آزاد عزیز، از شما تشکر میکنیم بابت اینکه همه داستانها رو خیلی خوب برای ما شرح دادید. من میخواستم در این بخش ازتون درخواست بکنم، به انتخاب خودتون اگر یکی از داستانها رو منتخب بفرمایید و بخش از اون رو مورد خوانش قرار بدید، ازتون تشکر میکنم. خواهش میکنم. من فکر کنم اجازه بدید میتونم رو باز کنم، اگه نه از کتاب میخونم. فکر کنم که یکی دو صفحه یه مقدار از اول ستیرباران درس داستان رو بخونم. حتما، بسیار عالی. ستیرباران درس داستان. باید حدس میزد آن وقت شب دست پاچه با آن همه اصرار و لحن چاپلوسانه کتابی که میم داشت، قرار ملاقات برای پرسیدن چند سوال فریبی بیش نبود. وقتی هم که از چشمی در آپارتمان نگاه کرد و صورت میم را گوژ تقریبا چسبیده به لنز دید، باز شک نکرد، در را گشود. آخ، مشتی مثل پاره آجر به چانه اش خورده بود. چشم باز کرد و از پس پرده اشک سلوی سرد سرنیزه را جلو صورتش دید. فرصتی برای اقدام نمانده بود. داد و فریاد راه نیندازید. میم آمرانه پیش آمد. میدانم که به فکر اقدام جسورانه یا احمقانه ای نخواهید افتاد، ولی عقل هم شروطی دارد. اولینش احتیاط. و تق، کارد سرنیزه را چنان بر سیم تلفن کوبید که در چوب اعلای میز نشست. خواست دست‌ها را بی مقاومت تسلیم نکرده باشد. میم با لبخند همراهش جوان سرتراشیده را نشان داد که لوله تفنگ را به سمت او نشانه رفته بود. ناچار مچ‌ها را بر هم گذاشت و سعی کرد در برابر نگاه جوان از فشار دردناک سیم تلفن بر دست‌هاش خم به ابرو نیاورد. نشد. هر بار که میم گره را به هم می‌کشید، آخش بلند می شد. جوان سرتراشیده بی سیمی را که تا آن وقت بر گوش گرفته بود به دقت در جل کمریش جا داد و ولوم آن را تا حد خرخری خفیف پایین آورد. بار دیگر از چشمی در بیرون را دید زد و بعد آمد کنار میم.
هر دو پشت مبل مخملی سبز ایستادند و تفنگهاشان را بالا آوردند. فلز ساییده لوله تفنگها تا سینه او که داشت از هن و هن ترس بالا و پایین می شد یک متری فاصله داشت. به زخم لبش که زغزغ می زد زبان کشید و چشمها را بست. میم با لحن شمرده کتابی گفت: بنا به حکم قطعی صدای گلم گلم کشیدن آمد. چشم باز کرد. انگار همین کار نظر میم را عوض کرد. نه، خلاصه کنم. قبل از اجرای حکم اگر حرفی برای گفتن دارید میشنویم. او به اختیار قدمی عقب رفت. پشتش به کتابخانه خورد. چه حکمی؟ چرا؟ صدا بالاخره از میان دندانهای کلید شدهش بیرون آمده بود. جوان سرتراشیده هم گلنگدن کشید. میم قنداق تفنگ را به پهلو چسباند و گفت: شعار خودتان را فراموش کرده اید؟ خلاقیت تا واپسین دم. بس به چهره لی بهره من شدیم از حضورتون امید فلاح‌آزاد عزیز. و من معمولا این درخواست رو از تمام نویسندگان ارجمند دارم که بخش از کتاب رو خودشون مورد خوانش قرار بدن. و زمانی که این تجربه همیشه برای من تکرار شده که زمانی که نویسنده آنچه که به تحریر در آورده رو واقعا مورد خوانش قرار میده، خیلی کیفیتش فرق میکنه. حالا حداقل برای من به شخصه، با زمانی که خودم میکنم و بیشتر اون فضا سازیه درون ذهن من شکل گرفت و بسیار عالی بود. و به عنوان سوال آخر دوست دارم از حضورتون بپرسم، امید فلاح‌آزاد عزیز، که اگر این مجموعه داستان رو بخوای در یک عبارت یا در یک به اصطلاح پایان بندی تعبیر و تفسیر بفرمایید، پاسخ شما چیست؟ مجموعه رنگارنگیه ولی خیلی سخته، ولی داستانهای متفاوتی داره از دورهای مختلفی که من داستان نوشتم. و فکر کنم اگر کسی علاقه من باشه بی لذت نخواهد بود خوندنشون. بسیار عالی. ممنون، خیلی لطف کردید، مرسی که از تایمی که در اختیار ما قرار دادید. از شما تشکر میکنم. منم همینطور، خیلی محبت کردید. خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. بله همراهان عزیز ناکجا، گفتگویی داشتیم با امید فلاح‌آزاد عزیز با شرح کتاب ستیر باران در سه داستان، مجموعه داستانی که توسط برای اولین بار در سال 1395 توسط نشر اشنس میدیا در لندن به چاپ رسید و چاپ مجدد اون توسط نشر ناکجا با همکاری اشنس میدیا در سال جاری صورت گرفت. و این کتاب در سایت نشر ناکجا موجود هست. برای دوستانی که از اواسط یا اواخر لایف همراه ما بودن، فایل ویدیو روی صفحه قرار میگیره، میتونید لایف رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل کتاب رو از ناکجا کتاب تهیه بفرمایید. برای هر سوالی که در ارتباط با اثر و یا از نویسنده ارجمند امید فلاح‌آزاد داشتید میتونید با ما به اشتراک بگذارید تا گفتگوهای دیگر از حضور ایشان بهره مند بشیم. سپاسگزاری میکنم از همراهی همه عزیزان. تا درودی دیگر، بدرود.